در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از تازه ترین تحولات سیاسی و امنیتی در عراق، ناآرامی های اخیر افغانستان، درخواست وکلای نتانیاهو برای لغو اتهامات او و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 9 دی تعداد مبتلایان کووید 19 در جهان از حدود 82 میلیون نفر عبور کرد و شمار بهبودیافتگان به 58 میلیون نفر رسید. تاکنون حدود 1 میلیون و 800 نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. شمار کلی مبتلایان در آمریکا در حال نزدیک شدن به 20 میلیون نفر است. اما در هند که پس از آمریکا بیشترین موارد مبتلا به کرونا را دارد، تعداد مبتلایان روندی کاهشی به خود گرفته است. تعداد مبتلایان روزانه فرانسه نیز برای نخستین بار در 4 ماه اخیر به کمتر از 3000 نفر کاهش پیدا کرد. این در حالی است که تعداد مبتلایان روزانه در دیگر کشور اروپایی یعنی انگلیس به بالاترین میزان خود رسیده است. از سوی دیگر اسپانیا، بلژیک، لهستان، اوکراین و هلند توانستند تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را به کمتر از 100 نفر در روز کاهش دهند. همچنین نوع جدید کرونا تاکنون در پرتغال، نروژ، فرانسه، دانمارک، هلند، ایتالیا، استرالیا، ژاپن، اسپانیا و فنلاند مشاهده شده است. با شناسایی موارد داخلی ابتلا به کرونا در پایتخت چین برای 4 روز متوالی، این کشور محدودیت‌های بیشتری برای مقابله با این بیماری اعمال کرده است. از سوی دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد روسیه به کشورهایی که قصد فروش واکسن کرونا به آنها را دارد اطلاعات نادرستی درباره واکسن‌های اروپایی و آمریکایی داده است. تازه‌ترین تحولات سیاسی در عراق. نخست وزیر عراق اعلام کرد وظیفه اصلی دولتش برگزاری انتخابات زود هنگام است و اجازه نمی‌دهد که آزادی، امنیت و اعتماد به روند انتخابات تهدید شود. مصطفی الکاظمی همچنین گفت دولت‌هایی که پس از سال 2003 روی کار آمده‌اند، دوره انتقالی را به دوره‌ای پایدار تبدیل کرده‌اند که این باعث بی‌تأثیر شدن سازوکارهای وضع شده در عراق شده است. امضای طرح کمک مالی کرونا در آمریکا توسط ترامپ. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرانجام طرح بسته کمک مالی کرونا به ارزش 900 میلیون دلار را امضا کرد تا علاوه بر کمک مالی به افرادی که به خاطر کرونا دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند از تعطیلی نیمه کامل دولت جلوگیری شود. طبق این طرح هر آمریکایی که درآمد سالانه اش کمتر از 75 هزار دلار است 600 دلار دریافت خواهد کرد. همچنین از اجرای حکم تخلیه برای افرادی که توانایی پرداخت اجاره خود را ندارند جلوگیری می شود و برای احیای فعالیت های اقتصادی به مشاغل کوچک وام اعطا می شود. 4 کشته طی 1 روز در ناآرامی های افغانستان. در جریان حملات جداگانه روز دوشنبه در سراسر افغانستان 4 نفر کشته شدند. طالبان یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده را مقابل ساختمان پلیس در ویالت فراه منفجر کرد که در جریان آن 1 نیروی پلیس کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. در ولایت غزنی نیز 2 کارمند دولت با اصابت گلوله کشته شدند. همچنین انفجار 1 بمب کنار جاده‌ای در ولایت خست باعث مرگ 1 نیروی امنیتی افغانستان و زخمی شدن 2 نفر شد. همزمان با این اتفاقات دور دوم مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان از 16 دی در قطر آغاز خواهد شد. تایید توافق تجاری برگزیت توسط سفرای 27 عضو اتحادیه اروپا. سفرای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق تجاری برگزیت میان این اتحادیه و بریتانیا را تایید کردند تا راه برای اجرای این توافق هموار شود. با فرا رسیدن ماه ژانویه و بعد از تایید این توافق تجاری توسط پارلمان بریتانیا به قانون تبدیل می شود. توافق یاد شده چگونگی انجام مبادلات تجاری میان انگلیس و اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه را مشخص کرده است. اولتیماتوم روسیه به ناوالنی. سازمان زندانهای روسیه به الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین هشدار داد در صورتی که تا 30 دسامبر فوراً از آلمان به روسیه بازنگردد به محض ورود به کشور دستگیر شده و به زندان خواهد رفت. این چهره اپوزیسیون روسیه در سال 2010 به دلیل اتهامات مالی به حبس تعلیقی محکوم شده بود اما تعلیق مجازات او امروز به پایان می‌رسد. طبق اعلام سازمان زندانهای روسیه ناوالنی شرایط مربوط به حکم
زندان تعلیق شده خود را نقض کرده، به تعهدات خود که در دادگاه مشخص شده عمل نمی کند و با عدم بازگشت به کشور امکان دسترسی بازرسان قضایی به او سلب شده است. ناوالنی از منتقدان سرسخت رئیس جمهور روسیه است که پس از مسمومیتش در ماه آگوست برای درمان به آلمان منتقل شد. درخواست وکلای نتانیاهو برای لغو اتهامات علیه او. وکلای نخست وزیر اسرائیل پس از موافقت نکردن مشاور حقوقی دولت رژیم صهیونیستی در خصوص آغاز تحقیقات علیه بنیامین نتانیاهو برای دومین بار خواستار لغو اتهامات علیه موکل خود شدند. وکلای نتانیاهو در درخواست مجدد خود به یک بند قانونی اشاره کرده اند که طبق آن تحقیقات کیفری از نخست وزیر در دوره انتصابش بدون موافقت مشاور حقوقی دولت رژیم صهیونیستی امکان پذیر نیست. دریافت هدایای غیرقانونی، امضای قرارداد غیرقانونی با ناشر یک روزنامه صهیونیستی و یک پایگاه خبری برای بهبود وجهه نخست وزیر و فساد در قراردادهای خرید زیردریایی از یک شرکت آلمانی از جمله اتهامات نتانیاهو است.